دیگه بعد اون تو جریان بازی استقلال پرسپولیس رو نبرد. یه حرکت عالی برای قرمز ها. حالا ترابی شوت زن و خدای من گل و خدای من گل. مهدی ترابی در گلزنی ها رو باز کرد. هیجان آورد برای پرسپولیس. شلیکی غیر قابل مهار. پرسپولیس یک استقلال صفر. لبخند و هدیه کرد رو لب عاشقان پرسپولیس تو کل دنیا. و حالا این بازی جذاب‌تر خواهد شد. حالا این بازی دیدنی‌تر خواهد شد. پرسپولیس با ترابی غافلگیرمون کرد. حالا آرش رضاوند ارسال بلندش، رافائل سیلوا یه ضربه سر، سیاوش یزدانی پشت محوطه جریمه، روز به چشمی، یه گل وحشتناک برای استقلال. چی زد؟ چه شلیکی کرد روز به چشمی؟ حق داره که اینجوری سرش رو بگیره ابوالفضل جلالی. چه شوتی زد روز به چشمی، یه گل فوق‌العاده برای استقلال. کسی باورش نمی‌شد که روز به از همونجا توپو بفرسته به سمت دروازه سپاهان. استقلال 1-0. خوشحالی هوادار هم در ورزشگاه هم پای گیرنده ها. رامین رضاییان ضربه رو میزه توی دروازه. گل برای سپاهان. اجازه بدید بگم رامین رضاییان، بگم کریستیانو رضاییان. فوق‌العاده است این پسر. گل برای سپاهان زده میشه. بعد که چی از این بهتر؟ سپاهان 1-0. گودال مک حالا منفجر میشه. به چیزی که استحقاقشو داشتن رسیدن سپاهانی ها. و کسی براشون گل میزنه که این روزها بیش از میتونه خطرناک باشه. این ضربه و توی دروازه قرار میگیره. چه ضربه قشنگی زد. چپ عالی توپ رو درون دروازه قرار. شما جدد رو حالا ریکاردو هماهنگ شده میزنه. موقعیت برای تراکتور. گل سوم. چه گلی! یه گل هماهنگ، یه گل تمرین شده، یه گل زیبا و فوق‌العاده. خیلی خوب زد ضربه شو. ببینید شما، ببینید، لذت ببرید از کار تمرین شده تراکتوریا. یه داخل پای چپ فوق‌العاده. مستقیما توپش رفت و رسید به تور. کاری نمیتونست بکنه. تماشاگران از تماشای مسابقه لذت ببرن. تا به اینجای کار ارسالی که صورت گرفت، فرصت برای نریمان جهان. و یه گل قشنگ از نریمان جهان، یه سوپر گل از سامان نریمان جهان. حساب کار 1-0 کرد به نفع پیکان. اینجاست که میگن دود از کنده بلند میشه. و اینجاست که دیگه باید بگم واقعا این دیگه چی بود. و بعدش مهدی ترابی از با پشت پا چه پاسی میده. آل کثیر، سعید صادقی حرکت کرده، پرشمارن پرسپولیس ها. هتریک مهدی ترابی و توی دروازه، توی دروازه. پرسپولیس 4 گلگهر 0. جشنی رو دارن پرسپولیسی ها میگیرن. این پاس با پشت پای عیسی آل کثیر هم دست کمی نداشت. و این ضربه تماشایی، دید فوق‌العاده مهدی ترابی، چشم نواز. دروازه، حالا این کار رو انجام میده. یک فرصت هست برای تیم مرسا توی دروازه. چه گولی زد محمد زینالی. یه گل تکنیکی و آکروباتیک. حساب کار رو
رامین رضاییان، نورافکن، یه پاس عالی رامین در درون محوطه جریمه، گل 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 برای اصفهان. از خنده دوست داشتنی خودش استارتی که زد، پاس دو فوق العاده تماشایی از امید نورافکن، رسید به رامین رضاییان و با نوک پا گذاشت توپ رو به سقف دروازه رشید مظاهری. خیلی خوب بود حرکت بازیکنان سپاهان، چه نوک پای خوش. پشت محوطه جریمه، موقعیت، یامگا داخل محوطه، کاتبک رو میخواد بده، موقعیت، حالا پشت محوطه، یه شلیک و توی دروازه. چه گلی میزنه استقلال. نگاه کنید از این فاصله، این گونه توپ در چارچوب دروازه قرار گرفت، رفت به سمت توپ، پارسا جعفری در نهایت تسلیم شد. استقلال 1-0. با کنی این شلیک و فرشاد محمدی مهر پرتاب انجام میده در محوطه پیکان، ایمان صادقی توپو دور میکنه، حسین شنانی ضربه که میزنه و توی دروازه، گل برای صنعت نفت. کی فکرشو میکرد که شاگردای بختیاری زاده اینقدر زود دروازه تیم رضا عنایتی رو باز کنن؟ شاید فقط باید اون مدلی میزد حسین شنانی تا توپ تبدیل به گل میشد. حضور در جایگاه 15 یا 16 که تیم‌ها سقوط میکنن به دسته پایین‌تر، اینجا یارگیری نکردن، پشت محبته قشنگ زد حسین شنانی و ایمان شد. زنها پشت توپ قرار گرفتن، ضربه‌ای که زده میشه، گل قشنگی هم میزنه، چه گل قشنگی میزنه رحیم آلوگو بهش را میسم تویده است. چه گل قشنگی زد انصافا. دقیقه 27 ورزشگاه تختی آبادان رو ببینید، پس از زدن گل مساوی نفتی ها. روبرتو تورس خودش مستقیم میزنه، چه گلی، بهترین گل لیگ میتونه بشه. روبرتو تورس مورالس گلی انصافا زد، خودش مستقیم، قشنگ قشنگ لالیگایی زد. انصافا گلش خیلی قشنگ بود، ارزش چند بار دید. ببینید چطور میزنه خود بیت سعید به سمت چارچوب، به سمت چارچوب. چه شبی امشب در آبادان، خیلی قشنگ زد، خیلی قشنگ زد، خیلی قشنگ زد. صنعت نفت 4 نساجی 0. گل‌های زیبا رو داریم مرور می‌کنیم در آبادان، مهد فوتبال ایران، دروازه ورود فوتبال به ایران. توپگیری خوب از نوری، یه لحظه اشتباه از بیرانور و یه لحظه اشتباه از بیرانور، چه باهوش عمل کرد، از کجا زد کاپیتان امیر نوری. بیرانور هر چقدر به بدنش کش داد موفق نبود. علیرضا بیرانمن تصورش رو نمی‌کرد که از اونجا امیر نوری توپ رو در دروازه قرار بده. ترابی مستقیم می‌سره و توی دروازه، توی دروازه، گل برای پرسپولیس و به نام مهدی ترابی. هر چه می‌زنه میره تو گل. روز روز پرسپولیس و روز روز مهدی ترابیه. این لبخندی که بر لب یحیاست و ده ها هزار تماشاگر حاضر. اگر این تو گل بشه همه کارش رضا جمیله بوده. حرکت خوب، حالا کاظمیان و گل، گل توی دروازه. کاظمیان یه گل به سبک کاوه رضایی زد. گفتم اگر این تو گل بشه همه کارش جمیله هست. کنترل خوب و پاس عالی که داد
مهد سه بازیکن رو وارد محوطه جریمه میشه، توپش رو میفرسته، منتظر محمد، توپش نمیرسه، بلافاصله فرشید باقری، حالا ارزاه دور، علی محمدی و گل! چه گلی زد! گل برای مصر رفسنجان، جلال الدین علی محمدیه که به زیبایی هرچه تمامتر توپو میفرسته به کنج دروازه محسن فروزان. نقش فرشید باقری عالی کار کرد. از کجا به بازی برگردیم. آرپیچای استقلال از جناح چپ اضافه میشه اونجا، موقعیت شوت زنی برای مهدی پور، چه گلی میزنه، چه کار تاکتیکی عالی و چه جوابی میگیره جواد نکونام از این تغییر سیستم. ایستاد و نگاه کرد آرمین سهرابیان، اینجا از زاویه دیگری با هم ببینیم، قشنگ توپ چسبید رو پای مهدی پور، یکی از زیباترین گلای این فصل فوتبالمون رو. سمت راست آقاسی، ببین تو کجا جلو اومده مدافع میانی ترکتور، خود آقاسی ضربه شو میزنه توی دروازه، توی دروازه، چه گلی! مدافع پیشتاخته ترکتوریا دروازه فهد طالب رو باز میکنه. ترکتور 1 صنعت نفت آبادان 0، 25مین دقیقه بازی. این ترکتوری که پیش میفته، جریان بازی کلا به نفع ترکتوریا بود. هوادارهای ترکتور رو شما در تصویر ملاحظه میفرمایید، هواداری که بهروز بارانی توپ رو با یه خوب وزیری پناه به دنبال توپ هست و یه شده از راه دور، یا خدا چه توپی، یا خدا، ای جان، عجب شوتی دیدیم، عجب گلی دیدیم. خود رضا اسدی ضربش رو میزنه، گل برای سپاهان، یه گل وحشتناک عالی، همون همیشه که، یعنی رضا اسدی چه گلی زد و ضربش رو خیلی دقیق زد. ما هم مثل شما منتظر صحنه آهسته هستیم، هیچ کاری نتونست بکنه علیرضا بیرانوند. ببین پشت محبت جریمه یه ضربه سنگی و گل زیبا، یک گل دیدنی و استثنایی، این بار حامد سرلک و اعتراضاتی که انجام میده حقیقی بوده، یک بازیکن هم به دلیل اخراج مزید بر علت شده تا نساجی بیشتر تحت فشار قرار بگیره و این هم ضربه زیبای میلاد سرلک هست، بازیکنی که 25 بازی 2152 دقیقه در واقع زمان بازیش در لیگ 22 تا قبل از اون بتونه از سرعتشون و قدرت تکنیکشون هم استفاده کنه برای حفظ نتیجه. اشتباه منتظر محمد از راه دور و باز هم گل، و باز هم گل، دیوانوار بوده این حرکات منتظر محمد. نگاه کنید بازم به همون شیوه، باز هم از راه دور، بازیکن 22 ساله عراقی و ترابی میبرن به سمت راست زمین، حالا فرصت هست، ببینیم رو پای چپ میزنه، چه گلی هم میزنه، چه گلی هم میزنه بعد از دو بار عقب افتادن در این مسابقه. ضربه پای چپ عالی، در واقع دو گلی که در نیمه اول پرسپولیس به اون شکل خاص دریافت کرد باعث شد که شاید پیروزیش در این مسابقه دید. یک سال بلند در محققت جریمه، ضربه سر مدافعین، یه فرصت، یک ضربه و گل، گلی زیبا از کی؟ اونم مرداد عبدی، یک ضربه جالب و اکروباتیک، این کنترل زیبا و این ضربه که جای هیچ گونه عکس العملی رو برای علیرضا جعفرپور باقی نذاشت تا سه امتیاز شیرین این دیدار تا این لحظه در جیب شاگردان آقای ساکت الهامی باشه. تکلیف این توپ چی میشه؟ رو به عقب، موقعیت عالی، نورافکن فرو میپاشه دروازه شمس آذر رو، راه دور و درازی پیش رو داره نورافکن، خیلی از این گل زده توی نقش جهان،
امید نورافکن، پاس هوشمندانه رامین، غافلگیری ساختار دفاعی شمس‌آذر. ببینید رامین رضایان فضا بدن به باسم دارش شجاعیان، قشنگ نظم میده به تیم هوادار زمین محکم و گل. گل دوم هوادار هم به ثمر میرسه. چه گلی زد تو این صحنه حسین صادقی و بازی 2-1 شد. این گلی که توسط حسین صادقی انصافا هم گل قشنگی زد صادقی و نتیجه 2-1 شد. ببینید چقدر گل خوشگل و تر و تمیزی به ثمر رسید. قشنگ توپ پاس جفت جور شد و نهایتا به توی دروازه ملوان رسید. حالا هر دانی سمت چپ صاحب توپ هست. باز هم قاعد رحمتی منطقه بازی رو به زیبایی عوض میکنه این برای زامهران. خود زامهران با سرعت جا میذاره شریعت زاده رو درون محوطه جریمه. یه موقعیت فرشید اسمالی و چه گلی میزنه. یه گل فوق‌العاده است فرشید اسمالی. چقدر زیبا جا گذاشت بازی کنه مستقیم خودش رو. نفوذ بی نظیر زامهران و یه گل به یاد موندنی از فرشید اسماعیلی. دیگه ورزشگاه شهید وطنی روی هوا است. عبدالله ویسی